همه چیز راجع به هواپیماهای رزمی توکانو و سوپر توکانو در ارتش افغانستان. سلام دوستان، به کانال فارسی بی خوش اومدید. لطفا قبل از شروع ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید. توکانو یک هواپیمای تکباله با بالهای صاف و بدون پسگرایی تمام فلزی با سه چرخ جمع شونده است که از یک موتور توربو پراپ کانادا PT6E25C بهره میبرد که دارای سه تیغ پروانه متغیر است. توربو پراپ یا جت ملخدار نوعی موتور توربینی گازی است که در آن از گردش محور توربین برای گرداندن ملخ و ایجاد پیشرانش استفاده میشود. با اینکه گاز خروجی این موتورها نوعی جت است، ولی در طراحی توربو پراپ سرعت گاز خروجی را فدای قدرت چرخاندن محور می‌کنند تا بیشتر نیروی موتور صرف گرداندن ملخ شود. موتور PT6 بسیار مشهور است و دست کم روی 50 هواپیمای توربو پراپ نظامی و غیر نظامی نصب شده است. موتور دارای توان 750 اسب بخار است و از 4 مخزن سوخت داخلی 660 لیتری تغذیه می شود و همچنین هواپیما توان حمل 2 مخزن سوخت با ظرفیت هر یک 320 و یا 660 لیتر را دارد. و اما جنگنده سوپر توکانو A29 EMB314 سوپر توکانو در سال 1988 بر اساس EMB312H توسعه یافت که هدف از آن افزایش توان تهاجمی این پرنده بود. دلیل توسعه این نمونه استفاده گسترده از توکانو در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در آمریکای جنوبی بود. این نمونه دارای یک موتور PT6E67 با توان 1250 اسب بخار بود و دارای ملخ 4 تیغه بود و از نظر الکترونیکی به شدت ارتقا یافته بود. اولین پرواز این مدل در سال 1993 انجام شد و پیش نمونه دوم همان سال با تاج کابین بلندتر و موتور قویتر PT6E68E با توان 1300 اسب بخار پرواز کرد. هواپیما دارای هوتاس یا همان قرار داشتن تنظیم سویچ در جریان سوخت روی دسته گاز بود و دارای HUD و 2 نمایشگر چند کاره رنگی در درون کابین بود و از عینک دید در شب برای پرواز شبانه استفاده می کرد. دارای یک مسلسل ثابت 12.7 میلیمتری در ریشه هر بال با 200 گلوله است. تنوع تسلیحاتی این مدل با توان حمل 1500 کیلوگرم سلاح بالاست. سوپر توکانو دارای خط انتقال داده و سامانه ناوبری GPS و پرتاب کننده شرار است. بیشترین سرعت آن 590 کیلومتر بر ساعت و 50 کیلومتر سریع تر از توکانوی معمولی است. و اما کدام کشورها از این جنگنده بهره میبرند؟ آنگولا، این کشور 15 فروند AT27 توکانو را به صورت دست دوم و 9 از برزیل و پرو دریافت کرد که در جنگ داخلی از آنان استفاده کرده. آرژانتین، این کشور 30 فروند T27 توکانو تحویل گرفت که طی 27 سال با آنها 800 خلبان را در این کشور آموزش داده است. شیلی، این کشور در سال 2009 میلادی 12 فروند A29 B سوپر توکانو را دریافت کرد. افغانستان، این کشور 20 فروند سوپر توکانو در سال 2013 تحویل گرفت که پول همه آنها را به آمریکا داد. اولین دسته در سال 2016 تحویل این کشور شد و تا میانه سال 2018 تمامی ناوگان به سطح عملیاتی کامل خواهند رسید. سوپر توکانوهای افغانستانی از اوایل سال 2017 میلادی بر ضد طالبان در این کشور به کار گرفته شد و از اوایل سال 2018 حتی به شکل عملی از بمب لیزری نیز بر ضد طالبان استفاده کرد. در سال 2020 میلادی این کشور 30 فروند سوپر توکانو در خدمت داشت. لبنان، این کشور که فاقد جنگنده در نیروی هوایی خود است، 6 فروند سوپر توکانوی مسلح از نوع A29 را در سال 2018 دریافت کرد. برزیل، نیروی هوایی برزیل در مجموع 165 فروند تی توکانوی 27 سفارش داد که از آنها به عنوان هواپیمای آموزشی استفاده می کرد، ولی از این هواپیما در عملیات بر علیه قاچاقچیان در جنگ‌های آمازون و یا در عملیات پشتیبانی در عملیات ضد قاچاق در کولومبیا استفاده کرد.
ایران در دو سری 25 فروند هواپیمای توکانا از نوع T-27 را تحویل گرفت که در خدمت نیروی هوایی ایران است. عراق 80 فروند را از مصر تحویل گرفت و در جریان جنگ با ایران از آنها بهره برد و چندین بالگرد ایرانی را سرنگون کرد و با آن به نیروی زمینی ایران حملات زیادی را تدارک دید. مصر، این کشور در سال 1983 خواهان تولید تحت امتیاز 110 فروند توکانو در داخل شد که در نهایت 134 فروند توکانو تولید شد و 80 فروند آن تحویل عراق شد. بنابراین این جنگنده برخلاف باور عمومی که تحویل نیروی افغانستان شده، جنگنده اقتصادی و نسبتاً قدرتمند است. ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لطفاً ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید.